پروفسور آلیسون آسیتر، استاد دانشگاه غرب انگلستان، بریستول. اعضا و حامیان مجاهدین خلق در اعتصاب غذا به سر می برند. اگر به زودی اقدامی صورت نگیرد، ممکن است شاهد از دست رفتن جان افراد باشیم. پروفسور آلیسون آسیتر، استاد دانشگاه غرب انگلستان، در مقاله‌ای که در ایندیپندنت وایسس منتشر شد نوشت، در حالی که مذاکرات اخیر شماری از قدرت‌های جهان با رژیم ایران ممکن است برای جلوگیری از یک جنگ مورد استقبال قرار گیرد، مهم است به یاد آوریم کارنامه حقوق بشر رژیم ایران به گفته تعدادی از سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین الملل یکی از بدترین ها در جهان است. علاوه بر این مهم است درباره سازمان مجاهدین خلق ایران به جهان یادآوری شود که برای 49 سال است علیه نقض حقوق بشر در این کشور و برای یک ایران دموکراتیک در حال مبارزه است. اعضا و حامیان این گروه بیش از 3 ماه است که از جمله در مقابل سفارت آمریکا در لندن در اعتصاب غذا هستند. این یک فاجعه حقوق بشری است، چرا که هر یک از اعضای مجاهدین خلق ایران که در عراق مستقر بودند، افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو هستند. با این وجود 52 تن از آنان در اول سپتامبر به ضرب گلوله کشته شدند. اگر کسی به زودی کاری نکند، ممکن است شاهد از دست رفتن جان افراد آن هم در چند قدمی سفارت آمریکا باشیم. علی محبتی از معاونین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. اعلام همبستگی با اعتصاب غذا در کمپ لیبرتی و فراخوان برای آزادی 7 گروگان اشرفی. ما از آمریکا و سازمان ملل خواهان تشکیل یک هیئت تحقیق بین المللی و بیطرف در مورد کشتار اول سپتامبر در اشرف هستیم. در پی جنایت وحشیانه و حمله مالکی به اشرف در اول سپتامبر که منجر به شهادت 52 تن از ساکنان بی‌دفاع کمپ اشرف و به گروگان گرفتن 7 تن دیگر شد که همگی افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو بودند، صدها تن در کمپ لیبرتی و در کشورهای دیگر جهان دست به اعتصاب غذا زدند و خواستار آزادی گروگان‌ها و تأمین امنیت برای ساکنان کمپ لیبرتی شدند. این اعتصاب غذاها وارد 4 ماه خود شده و تعداد قابل توجهی از اعتصابیون در وضعیت وخیم جسمی به سر می‌برند. فراخوان به آزادی 7 گروگان که 6 نفر از آنها از زنان مجاهد هستند، اکنون به یک خواست جهانی تبدیل شده است. ما ضمن هشدار نسبت به خطراتی که جان بیش از 3000 پناهنده در کمپ لیبرتی را تهدید می‌کند، از سازمان ملل و رئیس جمهور آمریکا خواستار اقدام فوری و وادار کردن مالکی برای آزادی هر چه سریع‌تر گروگان‌ها هستیم. ما ضمن اظهار همدردی و همبستگی با اعتصاب غذاکنندگان، تأکید و اعلام می‌کنیم هر گونه سکوت و بی‌عملی به مثابه زمین‌سازی جنایت و کشتار بیشتر است و به جد خواستار تحقق موارد زیر هستیم. 1. آزادی فوری 7 گروگان روبوده شده از اشرف که در دست نیروهای مالکی هستند. 2. تشکیل یک هیئت تحقیق بین المللی و بیطرف در مورد کشتار اول سپتامبر در اشرف.